فرهنگستان ماندگار ایران شهر با افتخار به نیک‌اندیشان ایران زمین تقدیم می‌کند. سخنرانی دکتر محسن رنانی در جمع محدودی از خیرین یزد. سلام بر همه. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خیلی خوشحالم که در جمع بزرگان یزد و خیراندیشان و نیکوکاران این شهر تاریخی و دارالعباد هستیم. برای من توفیقی است و اصرار هم داشتم که جمع محدود باشه و فراخوان عمومی داده نشه و از تعداد محدودی از نیکاندیشانی که مؤثر هستند در شهر یزد دعوت بشه، و لطف فرمودید که تشریف آوردید و خدمت شما هستیم. موضوع سخن من در واقع اینه که مأموریت خیرین به طور عام و مأموریت خیرین مدرسه ساز به طور خاص از این به بعد چیست؟ این عنوان کلی صحبت منه. سخنم رو دو بخش کردم. در بخش اول این سوال رو واکاوی میکنیم که چرا ما توسعه نیافته ایم در این 100 سال؟ یه گریزی میزنیم که چرا ما هنوز همون جاییم که 100 سال پیش بودیم. تقریبا سوالاتمون و مشکلاتمون جنسش تغییری نکرده، شکلش تغییری کرده ولی جنسش تغییری نکرده. و در بخش دوم به این مسئله، به پاسخ این سوال که مأموریت خیرین مدرسه ساز از این به بعد چگونه است و چه تغییری میکنه میپردازیم. اجازه بدید تا پس به سوال اول بپردازیم که در این 100 سال چرا ما توسعه نیافتیم. ببینید، ما 110 ساله که از انقلاب مشروطیت میگذرد و با انقلاب مشروطیت ما در واقع وارد دنیای مدرن شدیم. دولت مدرن پیدا شد، یعنی دولتی که یک پارچه کشور رو اداره میکنه و جامعه به جای اینکه رعیت باشن از اون به بعد شهروند خواهند بود، حقوقی دارند. قانون میاد، نظام اداری و بوروکراسی ایجاد میشه، تصمیمات از تصمیمات شخصی تبدیل میشه به تصمیمات سازمان اداری کشور. لاجرم ما وقتی وارد دنیای مدرن میشویم توی یک جریان رودخانه جهانی قرار میگیریم که ضمن این که باید مراقب خودمون باشیم، ولی چاره این نیست که از انرژی رودخانه جهانی بهره ببریم. این انرژی که داره میره ما رو ببره، ضمن این که مراقب هستیم کشتی که برش سواریم حادثه نبینه، به دیوارهای رودخانه نخوره، در داخل کشتی به سامان زندگی کنیم، ولی چاره این نیست جز این که در بستر رودخانه جهانی مسیری که بشریت داره میره و قاعدتاً خارج از اراده الهی نیست و خارج از مأموریت انبیا نیست، که اگر بگیم خارج از اراده الهی و مأموریت انبیاست به معنی شکست مأموریت همه انبیا در طول تاریخ خواهد بود، ما باید خودمون رو مدیریت کنیم. در این 100 سال ما خیلی دویدیم و خیلی آسیب زدیم به خودمون. تقریبا 70% منابع آبی کشور رو مصرف کردیم. ما در واقع 100 سالی که وارد دنیای مدرن شده ایم، اما
70 ساله که مستقیما داریم برنامه‌ریزی توسعه میکنیم، یعنی سنگ توسعه رو به سینه میزنیم. 6 برنامه قبل از انقلاب، 6 برنامه بعد از انقلاب، و در اجرای این برنامه ها 70% منابع آبیمون رو تا حالا از بین بردیم، منابعی که در طول میلیون ها سال ذخیره شده. 60% منابع نفتیمون رو مصرف کردیم. 2/3 دشت های کشور بحرانی شده. 60% جنگل هامون رو ویران کردیم و به همین ترتیب معادن و معادن زیرزمینیمون رو و سایر دارایی های ملیمون رو آسیب زدیم. اما همچنان مسائل ما همون مسائلی است که دهه 20 شمسی بوده. همچنان مسائلمون همون مسائلی است که دهه 20 شمسی بوده. حالا نمیگم دهه اول قرن 14 1300 تا 1310، چون اون دوره ویژه است، دوره خاصی است. ما در واقع در اون دوره دولت سازی کردیم، دولت مدرن رو مستقر کردیم. ولی از بعد از اون ما همچنان مسائلمون تغییر خاصی نکرده. ماشین‌های بهتری سوار شدیم، موبایل داریم، امکانات رفاهیمون بهتر شده. ولی حالا در 100 سال پیش تو خونه هامون یه دعواهایی داشتیم، تو خونه های گلی. حالا تو خونه های سنگی مدرن همون دعواها تکرار میشه. جنس رفتارمون و جنس مسائلمون تغییر خاصی نکرده. توی این 100 سال علل و بهانه ها و دلایل زیادی آوردیم که یه کارایی رو بکنیم. اول گفتیم که زیر ساخت نداریم. بعد هی جاده ساختیم، مخابرات کشیدیم، برق کشیدیم، آب کشیدیم، گاز کشیدیم. افراطی افراطی، حتی در کشورهای توسعه یافته هم این افراطی که ما مثلا در کشیدن آب، گاز به روستاها کردیم وجود نداره. زیر ساخت ها رو ما حتی جاده هم زیادی زدیم، جاده هم اضافی زدیم. گرچه ظاهرن جاده هرچی بیشتر باشه خوبه، ولی اگر قرار جادهی بزنید که در سال 5 ماشین توش بره، دارید آسیب میزنید به منابع ملیمون. فرودگاه زدیم، از 60 فرودگاهی که زدیم 30 تاش فعاله و از این 30 2 تاش اقتصادیه، بقیهش 28 اقتصادی نیست. یعنی اینکه مسافر به اندازه کافی نداره. این معنیش چیه؟ معنیش که ما نباید اینقدر هواپیما اینقدر فرودگاه بزنیم. افراط افراط در زیر ساخت ها فکر کردیم اگر جاده بزنیم، مخابرات، فرودگاه و غیره و غیره ما توسعه یافته میشیم. تغییری نکرد اوضاعمون. بعد گفتیم خب حالا بعد از زیر ساخت ها ما صنعت میخوایم، کشاورزی میخوایم. شروع کردیم افراط در ساختن صنایع، صنایع ذوب‌آهن و متالورژی، صنایع سیمان، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی، صنایع لوازم خانگی. ما 150 تا کارخانه صنایع لوازم خانگی داریم که تمام اینها با هم 1% توانایی تولید یک بنگاهی مثل دوو رو هم ندارن. دوو الان ارزش اقتصادیش به اندازه کل ایرانه، یعنی ارزش تولیداتش به اندازه کل درآمد سالیانه ایرانه. یک شرکت کره جنوبی. فکر کردیم اگر هی کارخونه بزنیم کار حل، هی صنعت بزنیم کار حل، و منابعمون رو ضایع کردیم. اما همچنان همون نقطه‌ای هستیم که بودیم. بعد فکر کردیم خب ما ماشین‌آلات زدیم ولی آدمای متخصص نداریم. بعد شروع کردیم سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها. هی دانشگاه زدیم، هزینه کردیم، خانوار هزینه کرد، حکومت هزینه کرد. دقت کنید معادل هزینه‌ای که دولت برای آموزش و پرورش میکنه و برای آموزش به طور کلی، معادل اون رو هم خانواده هزینه میکنه بابت کلاس‌های اضافی، کلاس‌های کنکور، حمل و نقل الی آخر. معادل اونم هزینه سنگینی در آموزش کردیم به این امید که ما متخصص نداریم، اگر متخصص پیدا کنیم کار حل میشه. باز در همون نقطه‌ای که
بودیم ایستادیم. یعنی مشکلات ما همون هاست، بیماری هامون کم نشده زیادتر شده، تصادفاتمون کم نشده زیادتر شده، بد اخلاقی هامون کم نشده زیادتر شده، طلاقمون کم نشده زیادتر شده، تو هر عرصه ای. چون ما محصول رو که نمیبینیم، دستاورد رو میبینیم. ما یه موقع در مورد مثلا راهسازی روستایی میگیم آقا ما اینقدر بودجه اختصاص دادیم، خب منابع رو دادی که چی؟ بگیم عوضش اینقدر جاده ساختیم، این میشه محصول. خب که چی؟ جاده زدی که چی؟ که روستاها رو تقویت کنی، ولی توی این سالها روستاها تخلیه شده، پس دستاوردی نداشته این جاده ها. این همه سرمایه گذاری، این همه بودجه که صرف کردی و این همه جاده ساختی، نهایتش دستاوردش این بوده که روستاها تخلیه شده و ما یکی از سریع‌ترین نرخ‌های تخلیه روستاها رو در جهان داشتیم در این 40 سال اخیر. بنابراین ممکنه خیلی کار کرده باشیم، اما دستاورد چی؟ اون چی که بگیم نتیجه محصول ممکنه داشته باشیم، ولی دستاورد نه. دستاورد همینه که ببینیم زندگیمون در حوزه‌های مختلف یک گام رفته به پیش، یک گام ما با رضایت بیشتری زندگی میکنیم یا نه، این میشه دستاورد. بعد گفتیم آقا حکومتامون خرابه، توی 100 سال 3 بار انقلاب کردیم، اصلا یه کار خیلی شازیه در تاریخ بشریت که یه ملتی 3 بار در 100 سال انقلاب کنه. یه انقلاب برای چند صد سال بس خساراتش، ما در 100 سال 3 بار انقلاب کردیم. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی نفت که مسائل و مصائبش به اندازه یک انقلاب بوده، و بعد هم انقلاب اسلامی. در واقع یک گم شده ای داشتیم که فکر میکردیم که اون گم شده با انقلاب محقق میشه. بعد از انقلاب دائما هی رفتیم و رأی دادیم دولت های جدید، این دولت حالا بیاد بهتره، اون دولت بهتره، ولی چیزی تغییر نکرده. سوال اینه ما چه مرضیمونه؟ مشکل ما کجاست که این همه به خودمون، به طبیعتمون، به منابعمون آسیب زدیم، به فرهنگمون آسیب زدیم، ولی تغییری رخ نداده؟ این سوال جدیه که تا پاسخ ندیم هر کار دیگه‌ای بکنیم شکست می‌خوریم. هر سرمایه گذاری دیگه‌ای، هر تلاش دیگه‌ای بکنیم شکست می‌خوریم. من بعد از 20 سال تلاش فکری در حوزه توسعه جمع‌بندیم اینه که چیزی که ما نداشته‌ایم در این 100 سال و بهش توجه نکرده ایم، تولید آدم‌های توانمند، انسان‌های توانمند. ما تو این حوزه غفلت کردیم، کارخونه زیاد ساختیم، سرمایه گذاری زیاد کردیم، شهرسازی زیاد کردیم، کشاورزیمون رو خیلی توسعه دادیم، ولی آدمامون توسعه پیدا نکردن، آدمامون توانمندتر نشدن. اینجا توسعه به معنی این که انسانهای توانمندتری پیدا میکنیم که در شرایط خاص بتونن انسانی تر رفتار کنن. انسان توانمند، نه اینکه ما وقتی اینجا نشستیم همه چی نرمال، آدمای خوبی باشیم. در همه جای دنیا در شرایط نرمال زیر باد کولر آدمای خوبی هست. وقتی که تصادف میکنیم معلوم میشه آدمای خوبی هستیم یا نه. وقتی که بیمار میشیم، وقتی که تو صف باید بیستیم، وقتی که کوپن باید بگیریم، وقتی که نرخ دلار میره بالا، وقتی که زلزله میشه، معلوم میشه ما چقدر توانایی داریم، چقدر قدرت داریم خودمون رو مدیریت کنیم، که عصبانی نشیم، که داد نزنیم، که بوق نزنیم، که تو صف نزنیم، چه فریب کاری نکنیم، که احتکار نکنیم و الی آخر. توانمندی اونجا ظاهر میشه، وگرنه پایین کوه که همه ایستادیم هممون آدمای خوب نرمالی هستیم. وقتی که از دامن یک کوه میریم بالا معلوم میشه کیا قدرت بدنیشون کافیست، کیا سلامت قلب دارن، کیا مشکل زانو دارن، اونجا معلوم میشه. بنابراین در بستر حوادث و مشکلات معلوم میشه که یه جامعه چقدر توانایی داره. وقتی که دور هم جمع میشیم برای حل یه مسئله ای، یه مشکلی، یه بحرانی، معلوم میشه ما میتونیم با هم گفتگو کنیم، بشینیم عقلانی اخلاقی مسئله رو حل کنیم، یا به فحاشی میکشه، به دعوا میکشه.
وقتی که تصادف میکنیم معلوم میشه ما در درونمون چیه. پس ما اینکه کی هستیم در شرایط سختی و دشواری و بحرانی ما معلوم میشه کی هستیم، نه در شرایط نرمال و عادی. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که ما به طور جد آدمای ناتوانی هستیم. یعنی بین سیاستمدارانمون دعواها از همون جنسیه که در زمان نهضت ملی شدن نفت بوده و از همون جنسیه که در زمان انقلاب مشروطیت بوده، حتی بعضی وقتها بهتر. یعنی رفتار سیاستمدارای یا بازیگران سیاسی، نخبگان سیاسی در زمان مشروطیت خیلی پیشرفته تر، انسانی تر و اخلاقی تر از امروز بوده. وقتی نگاه میکنیم، بنابراین اینجا مهمه که ما ببینیم در بزنگاه ها رفتارها رو نگاه کنیم، نه اینکه بگیم حالا این شیک پوشتر شده، ماشینش پیشرفته تر شده، مدرک تحصیلیش بالاتر رفته. نه، الگوهای رفتاری، عادات اخلاقی، ایناست که نشون میده ما رشد کردیم یا نه. صد ساله که ما قانون اساسی داریم. نخستین کشوری بودیم در آسیا که پارلمان تأسیس کردیم، قانون اساسی نوشتیم، انتخابات برگزار کردیم، ولی هنوز احزاب حزب نداریم هنوز. یعنی صد سال ما نتونستیم حزب درست کنیم، حزبی که بتونه 60 سال 50 سال دوام بیاره. حزب میزنیم یه سال دو سال پنج سال منحلش میکنیم، نمیتونیم با هم کار کنیم، یا تون روی میکنیم حکومت تحملمون نمیکنه. این که یک حزبی رو 100 سال آرام آرام پیش ببریم نداریم. بنگاه های موفق در ایران بنگاه هایی بوده که انفرادی، یه فرد تأسیس کرده با بچه هاش، با خانواده هاش. یه بنگاهی که با شرکا 100 سال پیش تأسیس شده باشه، سهامی عام باشه، سهامی خاص باشه و تا حالا بچه‌ها ادامه داده باشن نیست. اگر خانوادگی بوده ممکنه، تعدادش هم خیلی کمه. اینجاها معلوم میشه که چقدر ما ناتوانیم. توانمندی‌ها اینجا آشکار میشه. بنابراین جنبندی من این بوده که مسئله اصلی ما نداشتن آدمای توانمند. آدم های ناتوان از توی خونه شروع میشه ناتوانیشون. تو خونه گفتگو بلد نیستن، سر یه مهمونی رفتن یا یک مهمونی دادن دعواشون میشه، سر یه لباس پوشیدن مسئله پیدا میکنند. این ناتوانی بعد میاد تو مغازه، وقتی مغازه داریم تعامل نداریم، تو اداره داریم تعامل نداریم، میان پزشک و بیمار تعامل نداریم، بین پزشک و بیمار ما گفتگو وجود نداره. اگه پزشکای ما نمیتونن با بیمار گفتگو کنن، بخشش نگران اینن که حالا سری بیمار بعدی، تواناییش هم ندارن، از کودکی یاد گرفته نشده که حالا فرقی نمیکنه من با هر انسان در هر سطحی بتونم گفتگوی مؤثر بکنم. میایم بین سیاستمدارانمون توان نیست، بین علما و روحانیونمون توان نیست. شما تا حالا شنیدید که بگن سه تا مرجع تقلید جلسه داشتن امروز درباره یکی از احکام اختلافی که در 100 سال اخیر اختلافی بوده با هم گفتگو کردن به تفاهم رسیدن؟ تا حالا شنیدید؟ مراجع ما هم دیگر رو در فاتحه هم دیگه میبینن، هم دیگر رو گفتگو یاد نگرفتن. روحانیون ما روی منبر اجازه نمیدن کسی پای منبرشون سوال کنه، حرف بزنه. اینا همه ناتوانیه. ناتوانی ها اینجا بروز میکنه. سیاستمداران ما وقتی که مسئله پیدا میکنن نمیتونن با هم بشینن حرف بزنن، دعواشون میشه قهر میکنن، یا پشت تریبون ها و تو سخنرانی ها جواب هم دیگر رو میدن، کنار هم بشینن گفتگو کنن. مجلس ما یکی از خشنترین و بی اخلاق ترین مجلس هاست. وقتی که فیلمشو میذاری میبینی که چه مجلسیه. یعنی شما هر جا دست میذارید میبینی نابسامانه. رفتارها، الگوهای رفتاری مخدوشه، از بین رفته است، وجود نداره. اینا همه بر میگرده به ناتوانی های رفتاری ما، به آموزش ما، به کودکی ما. این توانمندی ها مثل لهجه است. شما در بزرگسالی هرچه تلاش کنید لهجتون رو نمیتونه عوض کنید. این که من یه آدم صبوری باشم، صبور مثل لهجه است. باید در کودکی پیش مادرم، پیش پدرم، تو خانواده و یه خوردشم توی مهد و پیش دبستان و یه کمیشم تو دبستان یاد بگیرم. اگه این توانمندی یه صبر رو اونجا یاد نگیرم، بعدش یادم ناصبوریم.
میام بزرگ که میشم شرکت را میاندازم، دو سه ماه که میبینم جواب نداد، یه سال دو سال میبینم جواب نداد، منحلش میکنم، با هم دعوام میشه. توانایی همکاری و مشارکت نداریم، شرکت را میاندازیم، سر یه موضوع کوچولی قهر میکنیم دیگه، نمیاد تو جلسه، بعدم منحل میشه. ریسک پذیر نیستیم. اینکه سرمایه گذاری کنیم 10 سال روی موضوع خلاقانه و صبر بکنیم تا 10 سال دیگه نتیجه‌شو بگیریم، اینا همه رو بعد در کودکی. توانایی گفتگو نداریم. ما توانایی اختلاط خوب داریم، ولی اختلاط کانورسیشن با گفتگو دیالوگ فرق میکنه. در دیالوگ ما مبادله میکنیم. در دیالوگ اصل بر شنیدن، نه در اصل بر گفتن. در گفتگو اصل بر شنیدن، نه بر گفتن. در گفتگو ما پیش داوری نمی کنیم، تلاش می کنیم یه گام بریم جلو، یاد بگیریم. تلاش نمی کنیم حقنه کنیم حرفمونو به دیگری. اون اختلاطه، اون عرض کنم که مناظره است، اون در واقع همهمه است، زجه است. ما معمولا گفتگوهامون از جنس زجه است. دور هم که جمع میشیم زجه میزنیم با هم، گفتگو نمی کنیم. الگوی گفتگو در مجلس ما الگوی زجه است، الگوی همهمه است. هیچ نسبتی با یک الگوی انسانی نداره. در الگوی انسانی گفتگو شما اول تعلیق میکنی پیش داوری هاتو، یعنی این که من فرض میکنم، میخوام فقط ببینم این حرف درسته یا نه، کاری ندارم این کیه، کاری ندارم انگیزش چیه. در هنگام گفتگو باید گوش کردن فعال داشته باشم، نه اینکه تا داره طرف صحبت میکنه دنبال این بگردم که جوابشو پیدا کنم بهش بدم. صبر، این که من گوش کنم حرفش که تمام شد، همین صبر ساده که من گوش کنم حرف طرفم که تمام شد حرف بزنم، این خیلی هنره، خیلی توانمندیه. و این توانمندی این لهجه در کودکی از دامان مادر تا دبستان باید شکل بگیره. پس اگر ما آدم های ناتوانی هستیم، اگر منابع زیرزمینی نابود کردیم، اگر نتونستیم آبمون رو مدیریت کنیم، نتونستیم سیاستمون رو مدیریت کنیم، همین الان مسئله اختلافات ما در با خارج به خاطر همون ناتوانی هایی که در داخل داشتیم. این که ما نمیتونیم بشینیم برای خودمون یک سیاست 30 ساله بلند مدت با ثبات طراحی بکنیم، بعد هی تذبذب ایجاد میشه، حالا بریم مذاکره کنیم، حالا نریم بکنیم، برجام بیاد برجام نیاد. همه نشأت میگیره از ناتوانی های انسانی ما. ما آدم های توانمندی نیستیم، متخصصین خوبی هستیم، دانشمندیم، دانشمند زیاد داریم، اما آدم توانمند کم داریم. بنابراین من تمام مسئله رو به اینجا میبینم که خلاقیت، مدارا، ریسک پذیری، توانایی همکاری، اینا همه باید در کودکی شکل بگیره. و در واقع در کودکی ما عملا رها شده ایم. دولت اومده آموزش پرورش زده، از 7 سالگی متولیه میگه کسی جلو نیاد من بلدم چجوری، که بلد نیست ولی میگه من بلدم. مادر هم تو 2 سال اول، پدر و مادر هم فقط نگران تغذیه بچه، پوشک بچه، لباس بچه، واکسن بچه، طرح دیگه ای ندارن، نمیدونن با بچه باید چی کار کنن. از در واقع 0 سالگی یا منهای 9 ماهگی تا 5 سالگی که بچه ها میرن تو شهر و پیش دبستان، تو روستاها تا 7 سالگی، هیچ طرحی برای غنی‌سازی کودکی وجود نداره. این که ما کودکانمون رو غنی بار بیاریم، کمبودهای رفتاری در اونها ایجاد نکنیم، هیچ طرحی نه خانواده داره نه حکومت. بچه ها رهای رهای رها. خب در حالی که 80% این که ما کی هستیم الانه، دقت کنید درصد رو بگیرید، 80% این که ما الان کی هستیم فقط در سال اول شکل میگیره. با مساهمه میشه گفت در 3 سال اول. و 20% این که ما کی میشیم در کل 80 سال بعد. این که ما امروز کی هستیم، هر چی هستیم، 80% برمیگرده به 3 سال اول. علتش هم اینه
که ما هر کی میخوایم باشیم باید اثر اون چیزی که میخوایم باشیم در 3 سال اول اثر انگشتش در مغز ما بشینه. در مغز میدونید که حدود بین 60 تا 100 میلیارد سلول یا نورون مغزی هست که این بستگی داره در دوران جنینی و چند ماه اول، 1 سال اول مثلا نوزادی تغذیه خوب باشه یا نه، محیط خوب باشه یا نه، شاد باشه یا نه و غیره، تا این مغز به اندازه کافی تکامل پیدا بکنه. حالا تا 3 سالگی هم هنوز این دوام داره ظاهره، ولی خیلیش برمیگرده به تغذیه مناسب، به ژنتیک خانواده. خب حالا ما فرض بگیرید یه مغز عالی کامل داریم، فرض بگیرید مثل اینه که توی تمام خونه های شهر یه تلفن بذاریم، گوشی تلفن. خب این تلفن یه گوشی رو میز به چه درد میخوره؟ وقتی این گوشی تلفن قابل استفاده است که از این خونه به اون خونه سیم کشیده بشه، از خونه بعدی به خونه بعدی. سلولای مغزی مثل گوشی‌های تلفنی که تو مغز ما کنار هم بچینیم، اینا سیم کشی میخواد. سیم کشی ها بهش میگن سیناپس مغزی، اتصالات مغزی. این سیناپس ها بعد از تولد شکل میگیره. در سال اول در هر ثانیه فیک 8000 سیناپس مغزی شکل میگیره در هر ثانیه. حالا بین درستش اینه، بین 800 تا 8000 سیناپس مغزی شکل میگیره. بعد از یه دوره این سیناپس ها شروع میکنه از بین میره. یه عده‌ایش بهش میگن هرس سیناپسی. مثلا از 3 سالگی به بعد آروم آروم شروع میشه یه سری سیناپس ها از بین، گرچه سیناپس جدید هم میاد ولی یه سری سیناپس ها بعد 7-8 سالگی به بعد دیگه هرس سیناپسی سریع میشه. ولی در سال اول هر ثانیه 8000 سیناپس مغزی، یعنی یک انفجار کیهانی در مغز بچه داره رخ میده، یک انفجار کیهانی. این سیناپس ها کدوماش میمونند؟ اونایی که رد پای ما روش بمونه. اگه روی این سیناپس ها راه رفتیم، محکم شد، گیر افتاد، چفت شد، اینا میمونه. چجوری اینا رو سفت بکنیم؟ با تجربه. یعنی اگر میخوایم سیناپس های مربوط به صبوری شکل بگیره و بچه در بزرگسالی صبور باشه، باید صبر رو از همون کودکی یاد بگیره. بستگی داره که من پستونکو کی دهنش میذارم، واکنشای من به رفتار بچه چیه، تا یه چیزی میخواد چجوری واکنششون میدم، چجوری اجازه میدم، چجوری کمکش میکنم که صبر رو یاد بگیره. آیا وقتی با بچه‌ها تو مدرسه دارن نقاشی میکشن، یک کاغذ نقاشی میذارم روی میزبان معلم، بگم بچه ها همه تون روی این کاغذ نقاشی بکشید، هر کسی تو دفتر خودش نکشه، بعد خب 20 نفرن چجوری خب صبر کن همشاگردی بکشه، حالا شما، حالا شما، بعد من باید صبر کنم تا 19 نفر قبل از من بکشن. تمرین صبر میکنم. این تمرین اینجا نشده که پشت چرا خطر صبر نداریم. طرف میخواد 5000 متر بره، 5 کیلومتر بره، این یه متری که رو خط آب بره پیاده فرقی نمیکنه. یا این یه ثانیه‌ای که چراغ سبز میشه مهلت نمیده تا ماشین جلوی بزنه تو دنده، بوک میزنه. یه ثانیه صبر میخواد. این کجا یاد نگرفته؟ این تو دبستان یاد نگرفته، این پیش مادرش یاد نگرفته، تو کودکی یاد نگرفته. سیناپسایی که الگوهای رفتاری ما رو شکل میدند و بعد در بزرگسالی میمونن باید در کودکی تجربهشون رخ بده. اگه قراره من از حیوان نترسم، با سوسک رفیق باشم، با گربه رفیق باشم، سیناپسش باید در کودکی تو مغزم شکل بگیره. مادره که اونجا شکل میده، مربی مهد کودک شکل میده. اگه اونجا شکل گرفت دیگه میمونه، اگه شکل نگرفت بعد از سن 10-12 سالگی سیناپسا هرس میشن از بین میره. پس بخش اعظم اون که اونچه که ما کی هستیم در اول از همه 1 سالگی، بعد تا 3 سالگی اینو هی درجهش کم میشه، قدرتش کم میشه، بعد تا 5 سالگی و بعدم تا مثلا اواسط دبستان، بعد دیگه خیلی تغییر نمیکنه. این قصه رو اصلا ما فراموش کردیم. بچه میاد دبستان، مشق بهش میدیم، بچه قرار نیست که مشق یاد بگیره. مگه زبان حرف زدن رو
مشق نوشته یاد بگیره، پیش مامانش یاد گرفت حرف بزنه، نوشتن هم یاد میگیره، نوشتن هم یاد میگیره. مگه اومد مدرسه که حرف زدن رو یاد گرفت؟ چی میشه که ما نوشتن رو میاریمش مدرسه؟ اینقدر بچه رو اذیت میکنیم. دبستان جای مشق نوشتن نیست، جای املا نوشتن نیست. دوره در کودکی تا پایان دبستان بچه باید زندگی کردن رو بیاموزه. این که با رفقام چجوری بازی کنم، جمعی چجوری با هم غذا بخوریم، چجوری بخندیم، چجوری شادی کنیم، چجوری با هم حرف بزنیم، چجوری احترام هم رو داشته باشیم، چجوری همکاری کنیم، اینا رو باید یاد بگیره. مشق و کتاب و فرمول ریاضی مال بعد از دبستانه. بعد از دبستانم فقط در حد این که فکر کردن رو بیاموزه. اگه کتاب و آموزش ایناست، برای آموزش فکر کردن. در دانشگاه باید تخصص بیاموزه، حرفه بیاموزه، فرمول بیاموزه. بعد ما اون موردیم اینا رو توی دبستان. و تازه بعضی از مادران که خیلی هاشون هم تحصیل کردن، بچه رو تو همون یک سال اول، دو سال اول شروع میکنه زبان انگلیسی یادش میده، موسیقی یادش میده، قرآن میگه حفظ بکن، و همش آسیبه، و همش آسیبه. ما فکر میکنیم که اگه بچه قرآن حفظ بکنه در سه سالگی و آیه 27 سوره فلان بخونه، خدمتی کردیم. هم قرآن رو شأنش آوردیم پایین، تبدیلش کردیم به ابزار نمایش، ابزار نمایشیش کردیم، و همان بچه رو آسیب زدیم. همین جور فرقی نمیکنه شعر حافظ، موسیقی و غیره، فرق یا زبان انگلیسی. تازه خانواده های با سوادمون چیکار میکنن؟ این چیزا رو یاد میدن به بچه هاشون. خانواده های بی سوادم که هیچ. یعنی اصلی ترین سرمایه ملیمون که توانایی بچه هامون هست رو ما نابود میکنیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما وقتی به دنیا میان در احسن تقویمیم. کی ما رو میبره به اسفل سافلین؟ مادر، پدر، خانواده، معلم، مربی، سیاستمدارمون و الاخر. توانایی ما رو تخریب میکنه. بچه ها در اوج قدرت هم. میتونه بیاد جلوی جمع در همون سن کودکی وایسه صحبت کنه، شعر بخونه، برقصه. چقدر قدرت اینا. ولی وقتی میشه 40 سالمون دیگه نمیتونیم جلوی بقیه حرف بزنیم، نمیتونیم گفتگو کنیم، نمیتونیم شعر بخونیم، نمیتونیم برقصیم. همه جرأتمون رو از دست دادیم، همه تواناییمون رو از دست دادیم. و این به خاطر چیه؟ اشتباه در روند آموزش ماست. بنابراین ما اصلی ترین سرمایه جامعه‌مون رو در کودکی از بین میبریم. خانواده با نادانیش و حکومت هم با بی‌برنامگی و بی‌توجهی و بی‌سوادیش. تک تک الگوهای رفتاری که در کودکی ما برای بچه ایجاد میکنیم در سرنوشت آینده بچه مؤثره، تک تکش، و رد پای خودش رو میذاره تا آخر عمر بر کودک میذاره. و بخش زیادی از این مسئله رو مادران ایجاد میکنند، چه بخواد به سمت بهبود ببرن، چه به سمت بدبود. بخش زیادی از وسواسی که در بزرگسالی ایجاد میشه، دقت کنید، بخش بزرگی از وسواس، وسواس آبکشی، وسواس جمع‌آوری ضایعات و هر وسواسی ها، اینا برمیگرده به بخش زیادیش برمیگرده به مشکلاتی که در کودکی بوده. ما راه رو که بر شکفتگی کودک میبندیم، نکن نکن نکن، زشته زشته زشته، اینا هر کدوم یه خمپاره است. دقت کنید، برای کودکی، در کودکی نکن نکن نکن، زشته زشته زشته، جیزه جیزه جیزه، وای وای وای، اینا هر کدوم یه خمپاره است در کودکی که نابود میکنه، توانمندی های بچه رو ازش میگیره. خب
بنابراین مسئله 100 سال گذشته ما مسئله اینه که ما کودکیامون گم شده. ما کودکی غنی شده نداشتیم. بزرگ که میشیم هممون میخواییم اورانیوم غنی کنیم. انرژی هسته‌ای غنی کنیم. ولی کودکی هامون گم شده است و کودکی غنی شده نداشتیم. تازه 40-50 سال فهمیدن که برای بچه ها شیر رو غنی سازی کنن. روی و چی اضافه کنن به شیر. به آرد، آرد رو اینریچمنتش کنن، غنی سازی کنن، مواد املاحی که نداره رو به آرد اضافه کنن. ویتامین د بهمون بدن بخوریم، به بچه ها بدن. تازه حالا که فهمیدیم یه کارایی بکنیم چیکار میکنیم؟ همه توجهات معطوف شده به غنی‌سازی جسم کودکان و هیچ کس متولدی و توجهی به مسئله غنی‌سازی شخصیت کودکان، روح کودکان، توانمندی کودکان نداشته. این گم شده ماست. ما اگر آسیب زدیم به خودمون، به کشورمون، به طبیعتمون، به منابع نفتیمون، به منابع آبمون، به خاطر این ناتوانی هاست. الان معلومه که باید با مردم صحبت کنیم، بگیم آقا دیگه در خیلی از مناطق کشور نباید گندم بکاریم، ولی جرأتشو نداریم. سیاستمدارای ما توان این که بیان با مردم حرف بزنن بگن آقا گندم نباید بکاریم، به این دلایل جرأتشو ندارن، تواناییشو ندارن. و تو خیلی حوزه های دیگه، ما تو حوزه سیاست با تعارف با مردم رفتار میکنیم. با تعارف. اینا همه برمیگرده به اون ناتوانی ها. خب اگر ما تا حالا از 1313 که وزارت معارف تشکیل شد هی مدرسه ساختیم آموزش پرورش رو گسترش دادیم، لازم بود، خوبم بود، ولی از اینجا به بعد دیگه نیازی نداریم. دیگه مدرسه نیاز نداریم. ما از اینجا به بعد با مازاد مکانهای آموزشی روبرویم. چرا؟ چون ما اوج رشد جمعیتمون رو عبور کردیم. از این به بعد نرخ رشد جمعیت داره کاهش پیدا میکنه. افقی هم نیست که در دو سه نسل آینده بره بالا. افقی هم نیست. نرخ باروری جمعیت، نرخ باروری در آمریکا ظرف 200 سال از 7 نفر، از 7 رسیده به زیر، رسیده به 2. 200 سال طول کشید تا در آمریکا نرخ باروری، یعنی تعداد زایمان متوسطی که هر مادر میکنه در کشور، نرخ باروریه. در آمریکا 200 سال قبل 7 بوده، یعنی هر مادر به طور متوسط 7 زایمان داشته، حالا رسیده به 2. در ایران نرخ باروری در سال 55 7 بوده، حالا رسیده به 1.9. یعنی مسئله که آمریکا 200 سال رفته رو ما تو این 40 سال رفتی. حالا چرا؟ چراش بحث مفصلیه. خطاهای سیاستی کجا بوده؟ بحث مفصلی، یه کاری بهش نداریم. هر چی بوده، خانم رفتن دانشگاه، درس خون شدن، فشار اقتصادی باعث شده که زاد و ولد بیاد پایین، روشن فکر شدیم، هر چی میخواد باشه نمیدونیم. نرخ باروری اومده پایین. نرخ باروری هم چیزی نیست که با دستورالعمل و بودجه و توصیه و خواهش و تمنا و اینا بره بالا. فرهنگ خانواده است. بستگی داره به قدرت مالی خانواده، فرهنگ خانواده، روابط پدر و مادر، خیلی پارامترها داره. این که ما 1,000,000 بدیم هر کسی یه بچه بیاره 1,000,000 وام کمک بلاعوض بدیم مسخره است. اینا نشون دادن شکلاته به یه جامعه‌ای که باید مسائل جامعه که سرطان داره، بعد میگه حالا یه شکلاتو بگیر حالت خوب بشه. در هر صورت نرخ باروری اومده پایین و از این به بعد روش جمعیت نرخش دائما میره پایین. بنابراین ما از این به بعد ورودی به سال اول ابتداییمون هر سال کم میشه. پس ما هم با مازاد مدرسه رو برویم، هم با مازاد دانشگاه رو برویم. اگر قرار است که کاری بشود، باید تو اون حوزه محتواسازی، توانمندسازی کودکی، نه مدرسه سازی برای کودکی،
توانمندسازی کودکی، توانمندسازی مادران، توانمندسازی مربیان مهد کودک، توانمندسازی معلمان دبستان کاری بکنی. تو این حوزه خانواده نه آگاهیشو داره، نه نهاد مدنی داره که به اون سمت ببرده آموزشش بده، کمکش کنه. حکومت هم نه حالا اصلا متوجه است، اینقدر در بحرانهای مختلف خودشو درگیر کرده که اصلا این چیزا براش مسئله نیست، سوال نیست اینا. مسئلهش اینه که حقوق معلم ها رو بتونه بده اعتصاب نکنن. مسئلهش اینه به سلزده ها برسه، به انرژی اتمی برسه، به مناقشه خارجی برسه. اینو مسئلهش نیست. حالا اگر یه زمانی هم مسئلهشون بشه، دیگه حکومت منابع مالی کافی برای چنین کاری رو نداره. یعنی حداقل در یک افق 30 سال آینده که من میتونم پیش بینی کنم، بعدشو نمیتونم پیش بینی کنم، ولی در 30 سال آینده که میتونم چتکه بیندازم از اوضاع و پیش بینی کنم، در 30 سال آینده حکومت توانایی مالی لازم برای اینکه تو این حوزه بیاد کار جدی بکنه نداره. آروم آروم همین مدارس رو اداره میکنه، یواش یواش هم واگذار میکنه به بخش خصوصی. 5 سال 6 سال دیگه چیزی از مدارس دولتی هم باقی نمیمونه. من پیش بینیم اینه که بحران مالی در گام بعدی حکومت رو میبره به این سمت که اصلا بقیه مدارس هم واگذار کنه. همین الانم صحبتش هست، همین الانم زمزمش هست، گفتگو هست. بدن به یکی از به این شرکت‌های مؤسسات آموزشی خصوصی که دارن کلاس کنکور به خوبی برگزار می‌کنن و غیره و غیره. کلاس کنکور بده، ولی اون مؤسسات خوب دارن کار می‌کنن. اون مؤسسات مدیریتشون خوب بوده که اینقدر موفق شدن جامعه رو به انحراف بکشونن. همه رو درگیر، تا مادر رو از سال اولی که بچه میده دبستان درگیر کلاس کنکور کنن، نگران کنکورش کنن. خیلی هنر داشتن. نشون میده خیلی مدیریتشون خوب بوده. ولی اصل کار غلطی بوده، ولی مدیریت اونها خوب بوده. بنابراین حکومت به تدریج این بخش رو هم واگذار میکنه و رها میکنه و ما میمونیم با یه حوزه آموزش یتیم، با نظام آموزشی یتیم که نه مادر میدونه باید چیکار کنه، نه خانواده میدونه چیکار کنه، نه مدارس خصوصی و غیر انتفاعی توانشو دارند که بخوان تحول ایجاد بکنن، آموزش بدن، مربیانشون آموزش بدن. و بعد میمونیم با یک نسل آینده علیل‌تر از خودمون، ناتوان‌تر از خودمون. یه جایی باید این حلقه بسته، این چرخه معیوب شکسته بشه. یه جایی باید شکسته بشه. بنابراین هیچ راهی نیست جز این که آدمایی که در جامعه نام‌آورند، قدرت اجتماعی دارند، توانایی اقتصادی دارند، انگیزه‌های خیر هم دارند، بیان تو این حوزه کودکی تولید محتوا به جای مدرسه سازی، محتوا سازی برای کودکی. ما الان یه کتاب که به مادر بگه آقا بچت که به دنیا اومد هفته اول اینا مسائلشه، اگه این کارو کرد این کار، اگه این کارو کرد با سوس چجوری باش برخورد کن، با تاریکی چجوری باش برخورد کن، با برای پستونک بخوای بهش بدی چجوری پستونکو بهش بدی، بذار دهنش یا بده دستش، دستشو بگی بذار دهنش، یا بده دستش بذار خودش اینقدر بچرخونه تو بذار دهنش. اینا خیلی فرق میکنه در سرنوشت این بچه، خیلی فرق میکنه. اینکه پوشک بچه رو چجوری عوض کنیم در شخصیت بچه اثر میذاره. پوشک بچه چجوری عوض بشه در اینکه این بچه در بزرگسالی کی باشه فرق میکنه. بنابراین ما یه کتاب نداریم که به مادر بگی که خب اینا مراحل رشد کودکت در سال اول، با این مسائل روبرو میشی، با هر مسئله که روبرو شدی این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. نداریم. یه مؤسسه‌ای که اینا رو آموزش بده، نداریم. یه کتاب که به مربیان مهد کودک آموزش بده، نداریم. یه کتاب که برای دبستان باشه، نداریم. هیچ. کبیر 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 تو این حوزه، کبیر کبیر کبیر. یه جایی باید شروع کنیم. و چیزی که من میفهمم اینه که خانواده ناتوانه، مدارس خصوصی ناتوانن یا انگیزه ندارن. هیچ راهی نداریم جز اینکه نهادهای مدنی که دغدغه‌مندن، خیرین که دغدغه‌مندن، مسئله دارن در این زمینه وارد بشن، در این حوزه وارد بشن، سرمایه گذاری کنن روی محتواسازی، یه تولید کتاب آموزشی، روی یک تولید کتاب تربیتی برای مادر،
راه اندازی مؤسساتی که مادران بیان اونجا یاد بگیرن، تمرین کنن مادری رو. ما هنرستان مادری نداریم. آقا مهمترین شغل عالم مادریه، چون مهمترین محصول عالم رو تولید میکنه. مهمترین محصول عالم رو در مهمترین دوره تاریخیش تربیت میکنه. ولی ما هنرستان مادری نداریم. طرف میخواد ساندویچی بزنه، هزار تا تست ازش میگیری. باید 10 دوره بره، باید آموزش ببینه. میخواد یه نجاری بزنه، پدرش رو در میاریم تا یه گواهی بهش بدیم. طرف میخواد مادر بشه، هیچی، فقط یه آزمایش خون میگیریم. طرف میخواد پدر بشه، یه آزمایش ادرار میگیریم. دیگه بی توجهی بیش از این؟ کسی که میخواد مهمترین کار عالم رو انجام بده و مهمترین شغل عالم رو بر عهده بگیره، بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ آموزشی، بسم الله. اگه این همه سرمایه گذاری که ما در دانشگاه کرده بودیم و دخترانمون رو فرستادیم و افسردشون کردیم و خستشون کردیم، این سرمایه گذاری رو کرده بودیم برای دوره مادری. آقا هر کس میخواد بره مادر بشه، 1 میاد هنرستان مادری. الان کشورمون خیلی فرق میکرد، الان اوضاعمون خیلی فرق میکرد. به نسل امروز که نگاه میکنیم، میبینیم چقدر نسبت به کودکی ماها بدتر دارن رفتار میکنن، چقدر شخصیت ها در هم ریخته است، چقدر آنورمالی در جامعه گسترش پیدا کرده. چون مادری که خواسته اینو بزرگ کنه آموزش ندیده، بعد مادر قرار گرفته در یک شرایط نابسامان، خسته فرسوده و بچه رو رها کرده به حال خودش. این حوزه یتیمه، حوزه تربیت مادری، حوزه تربیت مربیان، حوزه تربیت معلمان دبستان، حوزه غنی‌سازی کودکی، حوزه توانمندسازی کودکی. تا اینجا رو درست نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. با این شخصیتایی که ما داریم تو این 10-20 آینده، اگر خدایی نکرده انشاءالله کشور به هم نریزد و غیره و غیره، تو این 10-20 آینده ما آروم آروم اینقدر مزمحل میشیم تا برسیم به یک کشور آفریقایی. چون تجربه گذشتمون نشون داده دیگه، فقط تخریب کردیم دیگه. منابعی که میلیون‌ها سال طول کشته تا تشکیل شده، تو همین 50 اخیر نابود کردیم. و حالا دیگه رسیدیم به اون نیمریچ ته بنزین که پتپتی میکند ماشین تا بره. به زودی میایم پایین به هم میریزیم، دعوامون میشه به زودی. کی بود من نبودم را میفته. فرصت زیادی برای این که این تحول رو ایجاد کنیم نداریم. و اگر کسی الان خط شکن در این حوزه، کیا هستن؟ خیرین مدرسه سازن، انگیزه دارند، منابع مالی دارند، فقط اشتباه دارن سرمایه گذاری میکنن. اینا باید فرمون رو بچرخونن از این ور. بالاخره خیری که میاد چند میلیارد خرج یک مجموعه آموزشی میکنه، هم انگیزه قوی داشته، انگیزه معنوی بالا داشته، هم قدرت مالی بالا. این باید در واقع موضع رو بشناسه، کدام موضع امروز مورد نیاز. و به نظر من میرسه که اولین تحول رو باید در حوزه خیرین مدرسه ساز ایجاد کنیم. هیچ کدوم من خیلی فکر کردم که کجا شروع کنیم. با خیلی از مدارس جلسه داشتم، با خیلی از معلمان و مربیان جلسه داشتم که از کجا شروع کنیم. میبینم اونا درگیر آموزش پرورشند و همین که توالت مدرسه شون نظافت داشته باشه، معلمشون رو بتونن سر وقت بهش حقوق بدن و اینها، مسئله شون اینه که 10 دانش آموز بیشتر بگیرن که هزینه‌هاش رو در بیارن. آموزش پرورش هم که اصلا درگیر مصائب خودشه. من خیلی فکر کردم که از کجا باید این تحولش، چون تحول پر هزینه یا به سادگی شدنی نیستا. به سادگی یک نهضت ملی میخواد، یک قیام ملی میخواد که در همه استانها خیرین مدرسه ساز فرمون رو به چرخونن. پول داره خرج میشه. شما همین مجموعه‌ای که ما هستیم رو نگاه کنید، چقدر اینجا پول خرج شده، چی از تو اینجا در میاد. خب اگر این پول خرج تولید محتوا شده بود، خرج توانمندسازی مادران شده بود، خرج تربیت مربی شده بود،
خیلی داستان تغییر میکرد. بنابراین من هر چه فکر کردم تنها جایی که دیدم باید تغییر بکنه فرمونو به چرخونه و اگر بخواهد میتواند و میشود خیرین مدرسه ساز هست.